اشتباه نکنید. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. من کمال علوی هستم و در این ویدیو میخوام راجع به اشتباهاتی که مدیر و صاحبان مجموعه ها معمولا انجام میدن با شما صحبت کنم. اولین اشتباه و مرگبارترین اشتباه از نظر من گوش ندادن به پرسنل هستش. گوش ندادن یعنی اینکه پرسنل یه چیزی به شما گفته و شما بدون هیچ توجهی فقط جواب دادی و اصلا نمیدونی چه خبره. شاید الان به خودت میگی که مگه میشه تو به یه نفر چیزی بگی یارو بشنوه تو چی گفتی ولی متوجه حرفتو نشه؟ بله دوستان میشه، تا دلتون بخواد. من از این موردا دیدم و به معنای واقعی سر این موضوع دارم پیر میشم. یه مثال میزنم براتون که متوجه بشید دقیقا منظورم چیه. آقا من یه سال پیش توی یه کافه بار داشتم کار میکردم که سیستم کنترل و آب اون مغازه کارتی بود. هر بار که آب تموم میشد یه نفر باید میرفت پای کنترل این کارت رو وارد میکرد تا آب دوباره شارژ بشه. یه شبی که خیلی شلوغ بود، حداقل امکان بگم بهتون 200 تا مشتری داخل مغازه بود، یهو گارسون بودو بودو اومد سمت من که کمال آب تموم شده و مشتری توی سرویس بهداشتی گیر کرده. من داشتم سفارش مشتری میزدم، خب کارم بارمنی بود و پشت بار داشتم سفارشمو میزدم و مسئولیتم چیز دیگه‌ای بود. به گارسون گفتم که برو مدیر فلانجا نشسته، کارت دست اونه، برو کارت ازش بگیر، برو آبو شارژ کن. این بنده خدا هم رفت به مدیر گفت که آب تموم شده باید شارژ بشه. مدیرم سرش گرم بود به قول یارو گفتنی و داشت با دوستاش صحبت میکرد، فقط به گارسون گفت باشه. آقا یه دقیقه میگذره آب نیست. ای آجی 5 دقیقه گذشته آب نیست، مشتری توی دستشویی گیر کرده. یهو دیدم این پسره که مدیر بود اومده جلوی بار به من میگه که آب مغازه تموم شده. منم زیر فشار سفارشایی که داشت میومد پشت سر هم، حالا اون روز استثنایی و اون شکلی شد و اصلا وقت سرخانوندن نداشتم، بهش گفتم مگه الان نرفتی شارژ کنی آبو؟ گفت نه من الان رفتم دستشویی دیدم آب قطعه. گفتم مگه الان گارسون نیومد بهت گفتش که آقا آب تموم شده برو کار آبو انجام بده؟ گفت نه من اصلا حالیم نشد چی گفت. هیچی دیگه، حالا بودو بودو کارتو بردار برو زیر زمین کنترل رو شارژ کن بیا بالا. یه 10 دقیقه اون مشتری تو دستشویی گیر کرده بود و این برای اون مجموعه یک نمره منفی بسیار بزرگی بود. یه جورایی افتضاح ترین اتفاقی بود که میتونست برای یه مشتری بیفته و دلیل محکمی بود بابت اینکه دیگه نه خودش بیاد نه دوستاشو بیاره. همینجا شما مشتری را دست دادی عزیز من، دوست من. این رو بهتون بگم دوستان، به مشتری ربطی نداره که شما نشنیدی، حواست نبود یا اصلا مریض بودی و هر دلیل دیگه‌ای که بخوای این کمکاری رو باهاش توجیه بکنی. مشتری اومده کافه شما و این وظیفه شماست که همه چیز آماده باشه برای خدمات رسانی و در غیر این صورت باید مغازه رو ببندی. دوست عزیز خیلی بهتره که ببندی. چرا؟ چون حداقل امکان آبروی خودت رو حفظ کردی و آبروی مجموعت رو. پس حتما به این نکته‌ای که میگم توجه کنید. موقع کار کردن همیشه حرف پرسنل رو خوب و با دقت گوش بدید. خدایی نکرده اتفاق بدی برای شما توی بیزینستون توی مجموعتون رخ نده. نکته دومی که میخوام بهتون توضیح بدم اینه که به اعداد و ارقام دل خوش نکنید. خیلی وقتا پیش میاد فروش مغازتون فوق‌العاده است و داری واسه خودت بشکم میزنی که ای ولو پول در آوردم و فکر میکنی همیشه قرار همینطوری باشه. نه دوست عزیز، این شکلی نیست.
ولی چه دلایلی باعث میشه که همچین فروش بالایی داشته باشی؟ دلایلی مثل نوع برخورد پرسنل با مشتری، نوشیدنی که بیشترین آمار فروش رو داشته، درصد رضایت مشتری از خدماتی که تو بهش ارائه دادی، انگیزه و انرژی پرسنل تو چه سطحی بوده. خب اینا همه نکاتی که توی فروش شما و مجموعه شما اهمیت بالایی داره و اگر آخر کار موقع حساب کتاب میبینی پول خوبی در آوردی یا اصلا فروش نداشتی، باید ببینی نقاط قوت و ضعف تو چی بوده که باعث شده همچین رقمی ثبت بشه، حالا چه پایین چه بالا. نکته سوم، جرأت نداشتن برای قبول کردن حقیقت هستش. بعضی وقتا پیش میاد مجموعه فقط داره درجا میزنه و هیچ رشد و سودی توی چند ماه گذشتهش نداشته. این جور مواقع شما باید یه جلسه ای برگزار کنید که همه پرسنل حضور داشته باشن و راحت بتونن از مشکلات مجموعه صحبت کنن تا با هم فکری بتونن راه حلی رو پیدا بکنن. ولی متاسفانه بعضی از مدیرها از این کار صرف نظر میکنن، چون نمیخوان قبول بکنن که بیزینسشون داره ضرر میکنه و با بیخیالی سعی میکنن از حقیقت فرار کنن. سعی کنید واقع بین باشید و با خیالات درون ذهنتون مجموعتون رو به بیراهه نبرید. نکته چهارم که اینم به نظر من خیلی تأثیر گذاره توی کسب و کار، تیم سازی هستش. ببینید دوستان، شما اگر بخواید یه تیم تشکیل بدید باید نیازهاتون رو شناسایی بکنید تا افراد درست و متخصص رو برای کار انتخاب کنید. یه مثال کوچیک بزنم برای شما. مثال میزنم، توی یک مجموعه شما به دو تا گارسون احتیاج داری، به یه آشپز احتیاج داری و به یه صندوقدار، ولی به جاش میری یه دونه آشپز میگیری و یه دونه عکاس برای پیج اینستاگرامت. خب الان مشتری اومده تو مغازه و سفارش داده، آیا اون کسی که اومده برای این اینستاگرامت فعالیت کنه میتونه کار یه گارسون رو انجام بده؟ خب معلومه که 100% نه. پس اول باید اولویت بندی داشته باشی و طبق نیازت شروع کنی به تیم سازی مؤثر تا بتونی توی مجموعت بازخورد درستی بگیری. بعد از اینکه تیم راه افتاد، میتونی یواش یواش شروع کنی به اضافه کردن اعضای جدید متخصص که توی مجموعتون فکر میکنی بهش احتیاج داری. نکته پنجمی که میخوام بگم و راجبش صحبت کنم و یکی از رومخی ترین ویژگی یک مدیر میتونه باشه، اینه که بگی چون من میگم باید این شکلی باشه. مثلا بارمن داره کوکتل میزنه و مدیر هم داره نگاهش میکنه. این مدیر قبلا توی اینستاگرام یه بارمنی رو دیده که چجوری داره شیک میکنه و میاد به بارمنش میگه که نه اینجوری نیست، تو داری اشتباه میزنی، شیک رو اینجوری نمیزنن، بده به من بزنم، من بهت میگم چجوری درست. حالا در کل این آدم رو نگاه میکنی، اگر یه گوشی دوربین دار و یه خدماتی مثل این اینستاگرام نبود که 4 تا چیز رو بهش نشون بده، سر از هیچی هم در نمیاره. حالا این آدم تا حالا شیکر تو دست خودش نگرفته، چطور میخواد به یه بارمن که چند ساله داره کار میکنه و کلی زحمت کشیده و زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده و آموزش دیده تا توی اون کار حرفه‌ای بشه، بگه که تو داری اشتباه میزنی و این چیزی که من میگم درسته. از این چون من میگم ها کلن سیستم رو میریزه به هم و باید این رو بدونید که توی سیستم کاری تیمی من ندارم. دوستان ازتون میخوام بعد از تماشای این ویدیو اگر احساس کردید داخل مجموعه خودتون یه همچین مشکلاتی رو دارید،
برای اون راه حلی پیدا کنید تا به بیزینستون ضربه نخوره. من داخل این کانال ویدیوهایی رو گذاشتم که به بهبود رشد کسب و کار شما کمک میکنه و میتونید از نکاتی که در اختیارتون قرار میدم برای پیشرفت کارتون استفاده کنید. دمتون گرم که تا اینجای برنامه همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما خیلی میتونه روی آینده این کانال تأثیر داشته باشه و به من انرژی میده تا با انگیزه بیشتری بتونم برای شما ویدیو بسازم. لینک اینستاگرام هم میذارم داخل دیسکریپشن. اگر سوالی داشتید میتونید از اونجا بهم پیام بدید. کمپین ما رو هم یادتون نره که ازش حمایت بکنید. هشتگ یاداوری هایی که در ذهن میماند. خیلی مراقب خودتون باشید. دمتون گرم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد بدرود.